از بعد به ورود رویانیان به فوتبال، روابط مربی سابق پرسپولیس و مدیر عامل جدید پرسپولیس بسیار صمیمانه بود. هر دو نفر سعی می‌کردن در صحبتشون تا اونجایی که میشه از هم تعریف کنن و انصافاً توی این قضیه اصلاً کم نمی‌گذاشتن. این داستان تا روز بازی پرسپولیس و راهن ادامه داشت تا اینکه رویانیان در اقدامی ضربتی به دایی حمله کلامی شدیدی کرد. سایت باشگاه راهن پاسخ رویانیان رو به نوعی داد، اما همه منتظر بودن ببینن علی دایی در کنفرانس بعد از بازی با پرسپولیس چه پاسخی برای رویانیان کنار گذاشته. من از اون بالایی بیترسم، بازم دارم میشم، میگم دین مسلمونی همه چی به ریشه است. آدم باید ریشه داشته باشه، دروغ نگه به مردم. شما ببخشید اومدی کهکشان و فلان و بیسار به خاطر اینکه واسه خودت تبلیغ بکنی اومدی چنین حرفایی میزنی. شما نگاه بکنین ببخشید به امثال علی دایی بدهکاره، اما بخوان خودشونو نشون بدن میاد نمیدونم قهرمان وزنه برداری المپیک، نمیدونم پرتاب دیسک، نمیدونم المپیک فلان بیسار، میاد واسه شون چیز میکنه. شما فکر کردین که مثلا علی دایی از هزار تا مثل تو جواب تو میده چون درست زندگی کردم؟ مثلا من موندم، من هر کی بوده از خدا دارم، تو یکی از بنده خدا داری. همه میدونن علی دایی چطوری کسب درآمد کرده، چطوری کسب درآمد میکنه. من یه سوال دارم، شمایی که یه مدیر دولتی بودی این پولا از کجا داری میاد؟ یکی جواب منو بده که میگی نمیدونم فلان خودت مصاحبه میکنی فلان قد به فلانی دادم، فلان قد به بیسار میدم. شما میگین که وزارت ورزش بهتون پول نمیده، این پولا از کجا میاد؟ نکنه شما مولتی میلیاردر بودین، من اصلا خبر نداشتم. اصلا خندم میگیره. نمیدونم یکی از خبرنگارا گفت که نمیدونم چیز گفته شایعه، نمیدونم این میرسه که بچه های پرسپولیس با علی دایی ارتباط دارن. آره چرا ندارن؟ همه فوتبالیستایی که با من کار کردن با من ارتباط دارن. از تک تکیشون بپرسیم به عنوان یه برادر مشکلی پیش بیاد واسه شون، نمیدونم بخوان درد دل بکنن، هر چی باشه به علی دایی مراجعه میکنن.